بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزایی هستم، روانشناس بالینی و محقق در روانشناسی تحلیلی. این برنامه ایست علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری های دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره این هست که چگونه انسانی از خود بیگانه میشه. از خود بیگانگی یکی از مهمترین مسائل انسانشناختیه که در روانشناسی بسیار مورد توجه قرار گرفته که به انگلیسی به اون alienation میگن. برای اولین بار هیگل، فیلسوف آلمانی، اصطلاح از خود بیگانگی رو در قرن 19 وارد فلسفش کرد و بعد از اون مارکس اون رو در جامعه شناسی به کار برد و بعد در روانشناسی خود بیگانگی رو برای توصیف بسیاری از دردهای فردی و اجتماعی انسان‌ها روانشناس‌ها به کار بردن. روانشناس‌ها معتقدند که انسان در شرایطی به گونه‌ای بیمار میشه که در اون شخصیت و هویت واقعی و طبیعی خودش رو نمی‌شناسه و در یک حالت سردرگمی میمونه. و زمانی میتونه راحت زندگی کنه که خود بیگانگی رو از خودش دور کنه و به زندگیش معنا ببخشه. البته خود بیگانگی گاهی وقتا مفهومش کمی مبهمه. برای اینکه روشن نیست که ما درباره چه مشکلی داریم بحث میکنیم. و دلیلش هم این هستش که مثلا وقتی میگیم که این آدم مشکل داره، خب چیزی که از این تعبیر دستگیرمون میشه اینه که این آدم انگار حالش خوب نیست، انگار سر حال نیست، اون گونه که باید باشه نیست. اما اینکه چه مشکلی اونو آزار میده نمیدونیم علتش چیه. چرا؟ برای اینکه خودش هم نمیدونه که علت مشکلاتش چیه. برای همینه که مثلا اگر که ازش سوال کنید براتون یک لیست از مشکلاتش میگه که کار نیست، آزادی نیست، همه دروغگوان، نمیشه به کسی اعتماد کرد، همه میخوان از آدم سوء استفاده کنن، بی خودی تو هر کاری به آدم گیر میدن، نمیذارن آدم زندگیشو درست انجام بده، همه میخوان سرت کلا بذارن، کسی به احساسات آدم توجه نداره، این زندگی نیست که ما می کنیم، این جهنمه و جز افسردگی چیزی نصیبشون نمیشه. خلاصه این آدم از زمین و زمان شکایت میکنه. بعد شما متوجه میشید که انگار از زندگی جداست، از خودش راضی نیست، از زندگیش راضی نیست، از محیطی که در اون زندگی میکنه راضی نیست و یک حالت سردرگمه. هدفی نداره که راجبش حرف بزنه، اصلا نمیدونه که از زندگی چی میخواد، که در روانشناسی به اون میگن انسان از خود بیگانه. واژه از خود بیگانگی یه مفهومیه که گاهی بار ارزشی مثبت داره، گاهی بار ارزشی منفی داره. مثلا بار ارزش مثبت اون رو ما میتونیم در عرفان ببینیم، چون عارف برای رسیدن به حقیقت سعی میکنه که اونو در درون خودش جستجو کنه و درک کنه و بعد به یک حالت خلسه و حال عرفانی میرسه که به اون میگن از خود بیگانه شده. اما خود بیگانگی که من میخوام در راجبش بحث کنم، خود بیگانگیه که بار ارزش منفی داره. یعنی فردی از زندگی خودش راضی نیست، هدفی نداره که بخواد به جلو حرکت کنه و همیشه ناراضی و افسرده است. حالا سوال اینجاست که چگونه این همه مشکل در انسانی به وجود میاد که به مرحله از خود بیگانگی میرسه؟ چرا بسیاری انسان‌ها به اون درد مبتلا هستن و درمان اون چیه؟ مولانا یک بیت خیلی پرمعنایی داره که میگه که تا در طلب گوهر کانی، تا در هوس لقمه نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی. خب این بیت به این معناست که انسان به هر چی که فکر کنه اون فکر درش ثبت میشه، یواش یواش قسمتی از وجودش میشه.
بیشتر ما متوجه نیستیم که احساسات ما نتیجه مستقیم افکار ما هستند. یعنی قبل از اینکه در ما احساسی به وجود بیاد، فکری به ذهنمون میاد و بر اساس اون فکر احساسمون تغییر میکنه و بر اساس اون احساس رفتارمون هم تغییر میکنه و یک رفتارهایی که بر اساس اون احساس رو میکنیم. یعنی اگه فکر خوب به ذهنمون بیاد، سرحال میشیم، احساس خوب میگیریم، رفتارمون هم با دیگران خوبه. اما اگه فکر آشفته در ذهنمون بیاد، احساس نگرانی و استراب و استرس میکنیم و بعد رفتارمون هم با دیگران خشک و عصبی و گاهی پرخاشگرانه و آزاردهنده میشه. دلیلش هم اینه که هر انسانی یه تصویری از احساسات و رفتارهای خودش داره که در روانشناسی به اون میگن خودپنداره، یا به انگلیسی بهش میگن سلف کانسپت. یعنی فردی از روی تجربه های شخصی یه نوعی نگرش از خودش و توانایی هاش و مهارت هاش و ارتباطاتش با دیگران و اجتماع به دست میاره و بر اساس اون زندگیشو میاد ارزیابی میکنه. یعنی به روی اون چه که فکر میکنه بیشتر توجه داره. حالا اگه خودپنداره اون یا تفکراتش درباره خودش ضعیف باشه، اعتماد به نفس پایین پیدا میکنه، در برابر مشکلات میترسه، خودش رو میبازه و دچار نوعی استراب و افسردگی میشه. اما اگر خودپنداره اون قوی باشه، احساس خوبی در مورد خودش و اطرافیانش داره، اعتماد به نفسش بالاست و کنترل به روی مسائل و مشکلات داره. بنابراین خودپنداره ارزشیابی کلی فرد از شخصیت و هویتشه که این ارزشیابی ناشی از افکار، احساسات، گرایش‌ها، ارزش‌ها و آرزوهای اون هستش. روانشناسا معتقدن مسئله انسان امروز بیشتر به روی شک و تردید و ابهام و بی‌اعتمادیه و اینم به خاطر دور شدن از خود حقیقیه که اون باعث میشه که از زندگیش راضی نباشه و دچار استراب و افسردگی بشه. چرا؟ چون حواسش به خودش نیست. نمیتونه به چیزی اعتماد داشته باشه، نمیتونه به کسی اعتماد کنه. برای همین در تصمیم گیریاش همیشه مردده، آیا این کار رو انجام بدم، آیا ندم، اشتباه زیاد میکنه، استانداردهای درونیش با اون چه در بیرون هست در تضاد و این تضادها اینقدر ذهنش رو آشفته میکنن که میاد از خود واقعیش دور میافته. چون معمولا افکار هر کس نسبت به خودش تعیین کننده سرنوشته و به طور کلی زندگیشه. بنابراین وقتی شما پاسخ سوال من کیستم رو پیدا کردید، در اون موقع به خودپنداره یا خودشناسی رسیدید. خودشناسی در طول تاریخ بشری از دیدگاه فلاسفه، دانشمندان بسیار مورد توجه قرار گرفته. چون اگر تصویر فردی از خودش مثبت و متعادل باشه، اون شخص سالم و سلامت روانی داره. برعکس اگر تصویرش منفی و نامتعادل باشه، از لحاظ روانی ناسالمه. دچار خود بیگانگی میشه، افسرده میشه، از زندگی ناامیده که همه روانشناسا باور دارن که همه اینها از تربیت خانوادگی و جامعه‌ای که در اون رشد میکنه سرچشمه میگیره. حافظ یک بیت پرمعنای سروده که میگه که مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنانچه تربیتم میکنند میرویم. یعنی حافظ میخواد به ما بگه که خانواده حساسترین و مهمترین نقش رو در رشد و شکل‌گیری و پایداری رشد انسان‌ها داره و رفتار و کردار هر کسی ناشی از تربیت خانوادگی اونه. کودک همون نظری رو میپذیره که یاد میگیره، که از پدر مادر یاد میگیره، مذهبی رو قبول میکنه که والدین به اون ایمان دارن، فرهنگ و آدابی رو یاد میگیره که خانواده انجام میدن، برخوردش با دیگران، احترام به حقوق دیگران، راه و روش زندگی،
عواطفش، همه یک نکاتی هستن که اونا رو در خونه یاد میگیره و اثرات و نفوذ خانواده در رشد کودک بیشماره، برای اینکه در بزرگسالی همون رفتارها رو انجام میده. بنابراین خیشپنداری و احساس ارزشمندی نوجوانا همه از نگرش های اعضای خانواده نسبت به هم صورت میگیره. از خود بیگانگی در اوایل نوجوانی، یعنی در حالی که یک نوجوان در حال ورود از کودکی به بزرگسالی هست به وجود میاد. بعد نوجوان از نظر جسمی، اخلاقی، همه چی در حال تحول، میخواد خود مختار باشه، برای خودش ارزش‌هایی رو بنا میکنه، میخواد آزادی عمل داشته باشه، در ذهنش یه نقشه‌هایی برای زندگی طرح میکنه، یه تغییراتی میخواد بده و اگر در شرایط مناسب فکری و روحی و محیط آموزشی و فرهنگی درست نباشه، دچار بحران میشه. اریکسون، یکی از دانشمندان روانشناس امریکایی، اولین کسی بوده که بحران هویت رو مطرح کرده. اریکسون معتقده که بحران هویت یعنی عدم رشد طبیعی و روحی و اجتماعی و عاطفی و زیستی یک کودک و علل خود بیگانگی از دو عامل تشکیل میشه، یکی فردی و یکی اجتماعی. یعنی گاهی مشکلات درونی باعث بحران که فردی، یعنی مشکلات درونیه که باعث بحران هویت میشه، گاهی جامعه باعث بحران هویت میشه در جوان و اون رو احساس خود بیگانگی میکنه. در خود بیگانگی اجتماعی، افراد اون جامعه از هویت فرهنگی خودشون میان فاصله میگیرن و میان هویت فرهنگی جامعه دیگری رو اصل قرار میدن، برای همین دچار یه حالت سردرگمی میشن، عقیدهشون دچار ابهام و تردید میشه، یعنی نمیتونه به چیزی واقعا اعتقاد داشته باشه. مثلا در ایران بسیاری جوونا مثلا با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت و ماهواره دنیای غرب رو میبینن فرهنگ و میان فرهنگ غرب رو دنبال میکنن. چرا؟ برای اینکه در اون آزادی هست، جامعه پیشرفته هست و بعد میان جامعه غرب رو اصل قرار میدن. چرا؟ برای اینکه زندگی اونا رو راحت تر میبینن و بعد دائم در حال مقایسن و دچار یه نوع سردرگمی میشن. این سردرگمی باعث میشه که حس اعتماد و اطمینانشون رو نسبت به محیطی که در اون زندگی میکنن از دست بدن، چون اونا میبینن مثلا در جامعه زندگی میکنن که آزادی عمل ندارن، برای همین هدفهاشون رو بر مبنای امکانات میذارن. اگر امکانات نباشه هدفی رو دنبال نمیکنن، همش بهانه میارن که در این اجتماع هیچکی کاری نمیتونه انجام بده، تبعیض زیاده، پارتی بازی زیاده، اصلا هیچ کاری ما نمیتونی بکنی. قدرت انتخاب ندارن، از ریسک کردن میترسن، بین خواسته های عقل و قلبشون هماهنگی نیست و بعد یک نقاب شخصیت به چهره دارن که در زیر اون نقاب یک موجودی کاملا بیگانه از اون چه در ظاهر به دیگران نشون میدن هستن و ناراضین. چرا؟ چون حس بی‌اعتمادی شخصیتشون رو تحت تاثیر قرار میده، دچار هویتی ناپایدار میشن، برای همین استقلال عمل ندارن و در همه کاری دچار شک و تردید هستن و احساس نارضایتی میکنن. اریک فروم، یکی از دانشمندان روانشناس، معتقده که بیگانگی یه تعریفی از وضعیت انسان در جامعه مدرن که احساس آزادی و احساس امنیت با یکدیگر رابطه معکوس داره. مثلا در جامعه‌ای که امکان ارضای نیازمندی رو به اعضای خودش نمیده، افرادی رو بار میاره که در اونا نشونه ناسزاگاری و پریشونی ذهنی هست. امروز محققان جامعه شناس به این باورن که هر قدر در جامعه مردمش خوشحالتر باشن، توان بیشتری برای تلاش و حرکت به جلو دارن، نگاه خوشبینانه و رضایت و امید بیشتری در زندگی پیدا میکنن.
شادی یکی از عنصرهای مهم زندگی، باعث میشه که آدم ها احساس خوبی نسبت به زندگیشون داشته باشن، کیفیت زندگی رو افزایش میده. به همین دلیل نبودن شادی برای جامعه عوارض داره. چرا؟ چون مردمانی که در یک جامعه شاد نباشن بی انگیزه میشن، به سمت پوچگرایی حرکت میکنن، افسرده میشن، به طرف مواد مخدر و الکل گرایش پیدا میکنن، انگیزه ای برای کاری ندارن. بنابراین انسان‌های از خود بیگانه افرادی هستند که رفتارشون به جای اینکه تحت کنترل خودشون باشه بر اونها مسلطه. اونا از یه طرف همه مردم دنیا رو آدم‌های خطرناک و آزاردهنده فرض می‌کنن، از طرفی هم در مقابل اونا موجودی ضعیف و بی‌دفاع هستن و درست نمیتونن زندگی کنن. برای همین انسان سالم کسیه که شخصیت مستقل به خود داره، هویت خود، یعنی خودشو در پشت نقابای شخصیتی پنهان نمیکنه، خودشه، به خودش باور داره، در شخصیتش تعادل با یک اصول و آدابی که دیگران براش درست میکنن زندگی نمیکنه، بیشتر بر اساس اصول خودش رفتار میکنه. محرکای بیرونی تعیین کننده رفتارش نیستن. چرا؟ برای اینکه از تفکر خودش استفاده میکنه، برای اینکه متکی به نیروهای درونی خودشه، متکی به تواناییاشه و بعد در اون موقع در آزادی زندگی میکنه و گرفتار قید و بند نمیشه. اما اگر کسی در زندگی برای خودش هدف و معنایی رو انتخاب نکنه، زندگیشو نمیتونه تغییر بده و همیشه دچار نارضایتی و بدبینی خواهد شد. خب بینندگان عزیز، سال بزنین یه آهنگ قشنگ با هم گوش کنیم، بعد من برمیگردم و دوباره در راجع به انسان از خود بیگانه و درمان برای اون باهاتون صحبت میکنم. پس با ما باشین. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ بسیار زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشیم. حالا برگردیم به بحث درباره اینکه چگونه انسانی از خود بیگانه میشه و چه درمانی برای اون باید کرد. روانشناسا باور دارن اولین قدم برای جلوگیری از خود بیگانگی فردی و اجتماعی خودشناسیه. خودشناسی یکی از ضروری ترین مسائل زندگی و رسیدن به سعادت. سقراط، فیلسوف روشناندیش و دانای یونانی، میگه که ای انسان خودت رو بشناس. منظور از خودت رو بشناس اینه که بدون که در این زندگی چی میخوای، دنبال چی میگردی، چطور باید رفتار کنی تا به آرامش و راحتی و سعادت برسی. اگر خودت رو نشناسی هرگز نمیدونی که رفتارات در زندگی چگونه باید باشه. در اون موقع اشتباه زیاد میکنی، درگیر مشکلات میشی. بنابراین آزادی واقعی در خودشناسیه. دومین قدم بازنگری نسبت به اعمال گذشته هستش. یعنی اگر فردی اعمالی رو که در گذشته انجام داده رو ارزیابی کنه، میتونه نقاط ضعف شخصیتش رو پیدا کنه. مثلا اگر احساس ناتوانی داره در مورد مسائلی، میتونه با بالا بردن عزت نفس که بهش میگن، به انگلیسی بهش میگن سلف استیم، اون احساس ناتوانی رو قوی کنه و دیگه احساس ضعف نکنه. عزت نفس یعنی باور و اعتقادی که فرد درباره ارزش‌های وجودی خودش داره. مثلا ما میایم میگیم که انسان مقدسه، برای همین به دلیل این تقدس بودن نمیتونه خودشو قربانی چیزای بی خودی و اعتقادات دیگران بکنه. باید یه کاری بکنه که از شخصیتی که داره رضایتمند باشه، برای خودش ارزش و احترام قائل باشه، بی خود خودشو دچار مواد مخدر نکنه، با خودش بیگانه نباشه. هر چی هست خودش رو بپذیره. اگه یه عیبی ایرادی داره خجالت نکشه، سر بلند باشه، بگه من همینم که هستم. و با اون قضاوتی که راجع به خودش داره میاد با مسائل مختلف روبرو میشه. اما کسی که عزت نفس پایین داره برای خودش ارزش و احترامی قائل نیست. نسبت به خودش احساس بد داره، دچار انزوا و گوشه‌گیریه و یا پرخاشگری میکنه، از خود بیگانه میشه.
همیشه احساس میکنه که من یه چیزی کم دارم. مثلا کتک زدن کودک به بهانه تنبیه باعث میشه که اون احساس کنه که من بچه خوبی نیستم، همه چیزهای بد به من مربوط میشه و این باور به قدری قوی میشه که در بزرگسالی و حتی تا آخر عمر میتونه عزت نفس اون رو پایین بیاره. یعنی از خود نادونسته از خودش خوشش نیاد، احساس کوچیک بودن بکنه. خودپذیری یکی از عوامل مهم در افزایش عزت نفسه، یعنی به جای اینکه خودش رو تحقیر کنه احساسات و افکارش رو میپذیره، اونا رو دوست داره، بهش افتخار میکنه. وقتی ما به طور آگاهانه علل رفتارهای خودمون رو بدونیم، در اون موقع خودآگاه میشیم، میتونیم عادتهای نامناسب رو کنترل کنیم، به جای اونا عادتهای بهتر و مناسبتر رو جایگزین کنیم و هیچ هرگز دچار اشتباه نشیم. وقتی ما رفتارهای آزاردهندمون رو نمیبینیم، علتش اینه که خودمون رو نمیشناسیم. بنابراین اگه میخواید هدف و مقصد خودتون رو در زندگی تعیین کنید، باید خودتون رو بشناسید، باید که بتونید مسیر راه درست رو در زندگی تعیین کنید، بدونید چی میخواید، در کجا قرار گرفتید و چطور میتونید در همه مسائل قانع و راضی باشید. بنابراین لذتهایی که در زندگی میبرید یا دردهایی که در زندگی میکشیم، همش به خاطر رفتارهای هست که از ما سر میزنه. بعضیشون میتونن برای ما موفقیت بیارن، بعضیشون هم میتونن مخرب باشن و زندگی ما رو به هم بریزن. بنابراین همیشه بیشتر از اون چه که درباره خودتون قضاوت میکنید، سعی کنید خودتون رو دوست داشته باشید و اون دوست داشتن تأثیر میذاره روی دیگران، در اون موقع دیگران هم دوست دارید. بعد دیگه انتظاراتتون از آدم ها کم میشه، کینه و حسادت از وجودتون بیرون میره. در اون موقع انسانیت رو میتونید در خودتون احساس کنید و از زندگیتون لذت ببرید، چون راز سالم زندگی کردن به صورت عاقلانه و صادقانه است که آرامش خیال میاره، که اون بزرگترین خوشبختیه. مواظب خودتون باشین، مواظب سلامتتون باشین، مواظب روانتون باشین. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. بازپخش این برنامه رو میتونید جمعه ساعت 7:30 صبح و 4 بعد از ظهر به وقت ایران ببینید، شنبه ساعت 11:30 شب به وقت ایران و یک شنبه 8 صبح و 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران. این برنامه رو میتونید از وبسایت تلویزیون ایران فردا ببینید و من تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو دارم.